یه سری معتادن، یه سری سیگار میکشن. محیط فوق العاده عالی داره. فضای ورزشی هم خب از نظر دیزاین خیلی دیزاین خوبی داره. حالا ما تمرین خصوصی بسیم. 5 دقیقه کار کردن با یه دیسپورت یه ماه زمان بخواد. سلام، روزتون بخیر. امروز دیگه نمیخوایم ویدیوهای وینچونی و دفاع شخصی و سلف دفنسینا ضبط بکنیم. میخوایم ببینیم که یه روز وینچونی چجوری میگذره. من الان بالا بدنسازی بودم، یه مقدار ریکاوری بکنم. کلاس 5:30 استارت میخوره، بچه‌ها شروع میکنن. بعد برمیگردیم ببینیم که چطور میگذره. با ما همراه باشید. خب وارد باشگاه شدیم، از ساعت 5 شروع میکنن بچه‌ها فعالیت کردن، یعنی سینگا میان در باشگاه باز میشه و میان تمرین میکنن تا 5:30 که یهو شروع میکنیم همه با هم اصل کلاس شروع میشه. الان هم میبینید یه سری ها دارن تمرین میکنن، یه سری ها معتادن، یه سری ها سیگار میکشن، یه سری فعالیت نمیکنن تا 5:30 که استارت کلاس بخوره. خب ما نیم ساعت اول رو بدنسازی کار میکنیم، بدنسازی اسپشیال وینچونه تو بحث خودمون و کار خودمون. یه مقدار فلکسیبیلیتی کار میکنیم، مقاومتی و قدرتی کار میکنیم. بعد بچه ها میرن آب میخورن و بر میگردن نفس سازی میکنن. از ساعت 6 تقسیم بندی میشه به این صورت که یه سری درجه بالا رو کار میکنن، یکی از مربی ها این سمت رو میشه کار میکنه و یه سری از مربی ها این سمت رو کار میکنن، یه سری از بچه ها هم که میخوان خواسته فعالیت بکنن میذاریم با آدمک شروع میکنن تمرین کردن. تقسیم بندی ها انجام شد، تمرین شروع شده، بچه ها دارن میرن تمرین هاشون میکنن. بیاریم یه چرخی بینشون بزنیم. سلام علیکم. سلام ارادت. خیلی آقا سعید هستم، دکتر هستم، خدمتشون هستیم. نظرتون در رابطه با باشگاه؟ والا باشگاه خیلی عالیه، همه چی خوبه. ما روز اول که اومدیم اینجا ثبت نام کنیم، سیفو گفتش که 6 ماه نشده شما اعتیاد پیدا میکنید. ما سر یه ماه اعتیاد پیدا کردیم. الان یه جوری شده که دنبال روز تعطیلیم که خونه استراحت کنیم. تعطیل امروز بودن شدیم اومدیم اینجا باشگاه و از سیفو استفاده بکنیم. دست شما درد نکنه. بریم. آها، بریم برای سینگا. یا الله، سلام علیکم. خوب هستی شما؟ روی دوربین بفرمایید که باشگاه چطوره، تمرینات چطوره؟ والا باشگاه در سطح خوبیه. لاتسوهای بچه‌ها پیشرفت کرده. دیگه داریم چیزها رو کار میکنیم و بچه ها بیوچی کار میکنیم. توانمون برسه سعی میکنیم که سطح بچه ها رو بیاریم بالا. دست درمارد. یکی از بچه های زحمت کش باشگاه سینگ رزاست. بریم سر دو تا از بچه های قدیمی باشگاه، سینگ بعید و آرش. آرش، امروز تولد آرش هم هستش راستی. بفرمایید در رابطه با باشگاه نظرت چیه؟ به نظرم فوق العاده است. من هر وقت میام اینجا تخلیه نیرو، نه واقعیت رو میگم، تخلیه نیرو میکنم، با روحیه میرم خونه، انرژیمو خالی میکنم، هر چی دارم رو میذارم. واقعا برای من خیلی مفیده. شما سین؟ من دیگه خودتون دیدین دیگه، وقتی شروع کردم 100 کیلو بودم، الان 82 کیلو هم. و اینکه هم از لحاظ آمادگی جسمانی کلا چیز خوبیه، راضی ام از اینکه دارم 5 سال بیفته گردنمو. صدا نکنه خدایش، اگه خودم میخواستم از باشگاه تعریف کنم نمیتونستم من خوب تعریف کنم. ما هستیم خدمت. چهارشنبه دای سیفو میاد و اساتید دیگه میان، همین که بچه های خودمون برگزار میکنن. خب لباس ها مرتب، سلامتی و تعجیل فرج مولا، سلامتی خودت، خانوادت، سلامتی همه ورزشکارا صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و وجه فرج. لباس ها مرتب، رو مستر رو مربیاتون. خب باشگاه متحری تموم شد، بریم یه دوش بگیریم، لباسامون رو عوض کنیم، بریم برای مجموعه ورزشی انقلاب. خب اومدیم باشگاه انقلاب، یه مقدار پیاده روی بکنیم. تو مسیر پیاده رویش که کم کم آماده شیم بریم برای تمرین شروع بکنیم. خب رسیدیم فایت باکس، بریم شروع بکنیم کلاسمون رو. ساعت هم شده 9. خب اومدیم تو باشگاه، حالا یه ذره کشیش کار کنیم تا بچه ها بیان برای تمرین. خب تا
تمرینشون رو کردن بچه‌ها، یعنی اون نیم ساعت 40 دقیقه اول گذشت مثل باشگاه قبلیمون، یعنی کارامون رو کردیم، قدرتیمون رو تمرین کردیم، فلکسیبیلیتی رو رفتیم. بحث تمرین درجات، الان بریم پیش آقا خشایار، درجه یکمون هستن، دارن کار میکنن. سلام عرض ادب. سلام، بفرمایید کلاس چطوره؟ ولاد فوق العاده امکانات عالی داره باشگاه انقلاب. من خودم فکر نمی‌کردم که امکانات بدنسازی تمام در واقع وسایل آماده است، محیط فوق العاده عالی داره، فضای باز عالی داره. حالا به دردتون بخوریم و پیشرفتتون رو ببینیم. سلامت باشین. خوب هستید شما؟ سلام علیکم. خوب هستید شما؟ از باشگاه بفرمایید به چه صورته، چه جوریه فعالیت‌ها؟ فعالیتی که باشگاه، خب چون مجموعه بزرگیه، مجموعه انقلاب، کلا اومدن توش یه انرژی ورزشی به آدم میده. هواش هم که عالیه به هر حال اینجا. فضای ورزشی هم خب از نظر دیزاین خب خیلی دیزاین خوبی داره. از نظر من قضیه این بودش که حالا هم امکانات رفاهی خیلی خوبی داشت، مثلا جاپارک برای پارکینگ قشنگ خیلی راحت میتونی ماشین پارک. وسایلی که هست برای تمرین مثل مثلا تجهیزات تمرینی خیلی کاملی داره که مثلا تو باشگاه دیگه من ندیده بودم اینو. و خب تعداد کم هم باعث میشه که عملا اون تمرین نیمه خصوصی یا تقریبا خصوصی بشه و این برای من واقعا میسازه. دستتون درد نکنه، ایشالله موفق باشید. خب آقا نوید مقدار دیر اومدن کنیم. سلام علیکم آقا نوید. یه دورم مسابقات رفتن توی تایلند، یه سری درگیری ها داشتن که حالا موفقیتاتون آمیز بوده، حالا ولش کنید. در رابطه با اون باشگاه چطوره؟ باشگاه اینجا خب حالا من دیر اضافه شدم به جمعتون ولی خیلی خوبه. حالا بجز این که مسیرش خوبه، ساعتش خیلی خوبه دیگه، آدم بعد کار، من جای قبلی که میرفتم دو ساعت تو ترافیک بودم تا برسم، ولی الان خیلی راحت میرم میام. حالا این به کنار، اینکه تعدادمون کمه، من نصف تایمو دارم با دایسیفو کار میکنم، یعنی شاید 5 دقیقه کار کردم با یه دایسیفو یه ماه زمان بخواد تا یه وقتی به آدم بده، ولی من نصف کلاسو دارم با دایسیفو تمرین میکنم. این خیلی مزیت خوبیه برای من به نظرم. سلامت باشه. البته من هنوز دای سیفو نشدم، لطف دارم به من، من هنوز سیفو ادلاش هستم در خدمتی. خب خسته نباشید، امروزمون هم تموم شد و یه روز وینچونی داشتیم، بعد از اون چند تا باشگاه تمرین کردیم. بریم که باید استراحت کنیم، ما خصوصیامونو گذاشتیم تو روزهای فرد، باید جون داشته باشیم برای بچهای خصوصی کار بکنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، با ما همراه باشید تا هفته بعد.